علی محمد همه روزه برای تداوی شیشایش که از اثر گاز زهری در 16 مارچ 1988 در حلبجه عراق صدمه دیده است مصروف می باشد. وی از درد آن زمان یاد می کند که چگونه او مردم را دید که جان می کنند و او خانواده و محل خیش را ترک کرده پا به فرار گذاشتند. من احساس می کردم روز قیامت را با چشمانم می بینم. اجساد زنان، مردان و اطفال در هر گوشه افتاده بود. علی محمد 11 عضو خانواده‌اش را در حمله کیمیاوی در حلبجه از دست داد. او آن روز را روز قیامت می خواند. من هر روز مقدار زیاد دوا و ده‌ها قرص و شربت می خوردم و از ماشین برای تنفس استفاده می کنم. در روزی که حمله رخ داد یک خوشبویی مانند سیب به مشام می رسید. در مزارع گاوها شروع به صدا زدن کردند و از چشمان همه اشک جاری بود. پرندگان از هوا می افتادند. دهنها همه آبله کردند. اکنون موزیم شهر نمایشگاهی را از آن روز با عکس‌ها و معلومات در مورد قربانیان برگزار کرده است. در این نمایشگاه شواهد و نشانه های کسانی که چنین حملات را ترتیب داده بودند نیز به نمایش گذاشته شده است. از آن جمله تصدیق مرگ صدام که اعدام گردید نیز موجود است. اکرم محمد یگانه باقی مانده از خانواده پنج نفری دیگری یک عکس خود را که او 11 ساله بود در میان قربانیان یافت که در اطراف او اجساد اعضای خانوادهش پراگنده بودند. اکرم محمد 41 ساله یکی دیگر از باقی ماندگان حمله گاز زهری است. من در آن وقت 11 ساله بودم. در این حالت من از هوش رفتم و وقت به حال آمدم دیدم مردمان از ما فیلم می گیرند. ما با موتر در حرکت بودیم که بمباردمان شدید شد. هوا بوی سیب داشت. ما در آن زمان نمی دانستیم که این گاز زهری است. ما در ایران تحت تداوی قرار گرفتیم. وقتی به شهر ما برگشتیم کسی را زنده آنجا نیافتیم و نه هم آثار حیات را می دیدیم. یک یادگار از قربانیان حمله گاز زهری مجسمه عمر خاور را نشان می دهد که دو طفل دوگانگی ارشا در آغوش کشیده است. این عکس در مطبوعات جهان نیز به نشر رسیده بود. اکنون این مجسمه سمبول تراژدی حلبجه است. 5000 از مردمان کرد که در آن اطفال، بزرگسالان، زنان شاملند، در نتیجه این حمله کشته شدند و هزاران تن دیگر از آن زخم‌های بر تن دارند که از آن تا کنون رنج می‌برند. احد عزیزاده، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.